من سال 39 مسابقات باشگاه ها بود، من آبلی قدم می زده داشتم اسکی می کردم. خب رئیس باشگاه تاج اون موقع یا انقلاب الان آقای خسروانی و یکی از پیشکاراش قدم می زدن، اون روز قرار بود مسابقه باشگاه ها برگزار بشه. اون آقای پیشکارش منو می شناخت، به آقای خسروانی معرفی کرد که ایشون از اسکیبازای خوبه و از بچه های شمشک. ایشون از من پرسید شما جز کدوم باشگاه هستی؟ گفت من هیچ باشگاهی نیستم. گفت میخواید به نام باشگاه تاج شرکت کنید؟ گفتم خیلی خوشحال میشم. طبعا اون روز حدود 20 نفر از اسکیبازای خیلی خوب ایران شرکت داشتم. من تو مسابقه دوم شدم. مسابقه اولی مسابقه بزرگی که برگزار شده بود قبلا، تو تمرین من تایم هم نشون میداد که همیشه توی این نفرات قهرمان تیم ملی هستم، ولی رسما نبود. و اون مسابقه باعث شد که من به عضویت تیم ملی در آمدم. هر وقت شاه میرفت آبلی اسکی زنگ میزدم، ما چند تا بچه های شمشک میرفتیم، چون وسط هفته کسی اسکی نمیرفت، شاه خیلی تنها نباشه، ما حدود 10-12 نفر که خوب اسکی میکردیم. من اون موقع نیروهوایی استخدام شدم، تیم میخواست بره فرانسه، نیروهوایی با رفتن من مخالفت کرد. 3 ماه آخر آموزش بود، مخالفت کرد. بعد زنگ دادم، من اون روز رفتم آبلی اسکی، شاه هم بود، وقتی خسته شد رو صندلی نشست، من از قله میامدم، ظاهرا اسکی کردن من رو دید. وقتی اومدم پایین، گاردیا اشاره کردم بیا جلو، رفتم، پرسید شما چند سالته؟ گفتم 31 سال. قدم رو پرسید، گفتم 170. اون موقع خیلی لاغر بودم. گفت شما خیلی لاغری، چند کیلویی؟ گفتم 62 کیلو. گفت کاری نمی کنی، چاخشی یه خورده. بعد دکتر عیادی گفت که قربان، اینطوری که اینا فعالیت میکنم که چاق نمیشم. گفت چرا نگفتی اسکی لاغر میشه من نشینم؟ بلند شد به رئیس فدراسیون گفت چرا ایشون رو نفرستادیم فرانسه، ایشون که خوب اسکی میکنه. رئیس فدراسیون گفت ایشون استخدام نیرو هوایی و نیرو هوایی با رفتنشون مخالفت کرد. گفت معنی نداره، بفرستینش بره. من 2 روز بعد فرانسه. ما تا سال 73 بعد از انقلاب، یعنی 15 سال بعد از انقلاب، همه اون موقعیتمون حفظ شده بود. پس اینو نمیتونیم بگیم تقصیر انقلاب بود. تا سال 73 همه پیشکسوتای اسکی ایران تو فدراسیون اسکی بودن. رئیس فدراسیون یه نفر بود. از همون موقعی که مرحوم رجایی رئیس جمهور شد، مصطفی داوودی قبلا رئیس ورزش آموزش پرورش بود در دولت که وقتی آقای رجایی وزیر آموزش پرورش بود، اون مصطفی داوودی رئیس ورزش تربیت بدنی آموزش پرورش بود. این آقای حاجی سای شمشکی میره پیشش، معلم ورزش بود، یه بودجه میگرفت و مسابقه برگزار میکرد. بعد همین آقای مصطفی داوودی وقتی رئیس تربیت بدنی شد، هیچ کسی رو از اسکی نمیشناخت. آقای شمشکی رو آورد کرد رئیس فدراسیون. از اون به بعد دیگه تا سال 73 تمام پیشکسوتان اسکی ایران توی فدراسیون همکاری میکردن رایگان بدون چشم داشت تا 12 شب. ولی از اون به بعد جریان پیش اومد، از زمان مصطفی هاشمی تبا ببخشید، از زمان هاشمی تبا دیگه مسیر اسکی شروع به سقوط کرد. از زمان آقای هاشمی تبا تا امروز نه هیچ رئیس تربیت بدنی، نه هیچ وزیر ورزشی 1 ساعت از وقتش رو صرف ورزش اسکی نکرد. چی شد از آن آقای هاشمی تبا؟ آقای هاشمی دیگه فدراسیون کاسب کردن. فدراسیون اسکی چون با لوازم ورزشی وارداتش ممنوع شده بود، سازمان تربیت بدنی یه پولی میداد به فدراسیون اسکی، 100 میلیون، اون موقع خیلی بود. لوازم اسکی وارد میکرد، میفروخت به مردم علاقمندان به ورزش اسکی و از ظرف 1-2 ماه 200 میلیون تحویل تربیت بدنی میداد. فدراسیون کاسب شد.
پیستا را یه تشکیلاتی درست شد به نام شرکت تجهیز که شما خودتون بهتر از من میدونید. فلسفه به وجود آمدن شرکت تجهیز این بود که از درآمد اماکن ورزش امکانات ورزشی رو مجهز نگه داره. خب در تمام این 30 سالی که پیستای اسکی را گرفت یک ریال خرج پیست اسکی شمشک و دیزین نکرد، یک ریال. پیست اسکی دیزینو که اجاره داد بگیرید ببینید. شمال شرق شمشک دو تا پیسته، یکی شمشک یکی دربندسر. پیست شمشک 80 سال خدمت داره، 10 تا کارگر داره، الان 2 سال تعطیله، حقوق این 10 تا کارگر هم دولت از جیبش میپردازه. 500 متر اونورتر پیست دربندسره، من خودم بنیانگذارش بودم، 100,000 مسافر داره. خوب دقت کنید، 100,000 مسافر داره، مسافر 300,000 تومن 30 میلیارد تومن درآمد. خب اینجا پیست شمشک با 80 سال خدمت، شرکت تجهیز حاضر نیست به هیچ وجه به بومیان، اینجوری هیچ درآمدی نداره، ولی این شرکت تجهیز حاضر نیست اینو به بومیان، به بومیان گفتن شما شرکت تعاونی دست درست کنید ما پیست رو واگذار کنیم به شما. اونا همه جمع شدن، همه مردم شرکت تعاونی درست کردن، ولی نزدن زیرش دیگه ندادن. خب این بچه شمشکی از کجا باید قهرمان اسکی بشه؟ صبح تا غروب جلوی پشت بونش نشسته اون کوه رو نگاه میکنه، گریه میکنه، بچه هست دلش میخواد اسکی بکنه، ولی پیست تعطیله. خب چرا شرکت تجهیز پیست شمشک رو باز نمی کنه؟ از اون برای اینکه از اون 100,000 مسافر دربندسر 20,000 تا نیان این بر. این درآمد زایی که برمیگشت تو جیب تربیت بدنی خزینه فدراسیون اسکی و قهرمانای فدراسیون اسکی نمیشد. بعد روز به روز گفتم 50 سال ما توی آسیا دوم بودیم، الان 8 ما تو آسیا، الان 8. خب چرا؟ اگر شمشکی پیست نداشته باشه اسکی بکنه کجا باید بره؟ دربندسر ازشون روزی 70 تومن میگیرم، میگم بیاین اسکی بکنین. خب بچه بومی، حتی بچه های خود دربندسر از کجا بیارن روزی 70 تومن بدن اسکی بکنن؟ برای تهرانی ها 300 تومنه، 350 تومنه. بعضی ها اونجا پارکینگ وی آی پی درست کردن، حدود 50 نفر وسط هفته روزهای پنجشنبه جمعه 100 نفر میرن ماشینای میلیاردیشون رو میذارن تو اون پارکینگ وی آی پی، 1,000,000 تومان میدن. و این کسایی که 1,000,000 تومان میدن ماشینشون رو میذارن تو وی آی پی، میان تو پیست خارج از صف میرن سوار میشن. خب شما ببین چقدر درده، 100 نفر تو صف وایسادن، بعد یه ده همجوری پشت سر هم میان چون بلیت وی آی پی دارن. تمام اسکی ایران یه طرفه، یه خانواده یه طرف. از قدیم بوده این؟ نه، از سال انقلاب، از زمان رجایی. من گفتم مصطفی، از زمان مصطفی داودی که آشم شکرمان. بله قدرت بله، هنوز همونه. خودش الان 8 کنار رفته، پسرش آورده دبیر فدراسیونه. و اینان که فدراس، ببینید اون کسی که اسکی ایران رو نابود کرد، گفتم سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و فدراسیون اسکی، اینا اومدن در شهرستان ها مثلا گسترش دادن. این آرزوی ماست، ما از کوههای بینالود تا دنا تا زردکوه تا آرارات 3,000 کیلومتر کوه برفی داریم. این آرزوی منه که کنار هر روستای برفگیر یه دستگاه باشه بچه های اون روستا اسکی بکنن. ولی اینا اومدن 14 تا شهرستان و استان رو از این دستگاه ها نصب کردن، فقط برای اینکه سر 4 سال بیان رأی بدن رئیس فدراسیون تعیین کنن. 98% اسکی ایران تهران و البرز، 2% شهرستان. اون 2% اسکی رو سرنوشتش رو تعیین میکنن، میان رئیس فدراسیون تعیین میکنن. اون آقایون میان میگن
نظر وزارت اینه که این آقا رئیس فدراسیون بشه. امسال الان کسی رئیس فدراسیون شد که اهل جنوب ایرانه. خب این اصلا برف ندید، این چجوری میتونه به اسکی خدمت بکنه؟ ممکنه ببینید، فرض بر این بگیریم که مدیر خوبیه، من اینو انکار نمی کنم، مدیر خوب میاد از کارشناسا رو دعوت میکنه که باش همکاری بکنن. قبلا هم اتفاق افتاد، یه آقای به نام مهندس حیدری معاون صدا و سیما بود زمان آقای هاشمی، این اومد رئیس فدراسیون شد. اما روز اول همه گفت در ورزشی اسکی فقیرتر از اونی که من بخوام بین شماها چند تا رو انتخاب کنم، همه باید بیان کمک کنید، من هیچی نمیدونم. خب یادم اینجوری هم بود و اومد واقعا هم خدمت کرد. ولی این آقا الان که سایریکا آورد، اونا هم مثل خودشان. المپیک 64 شاه و فرا اومده بودن تماشا. اون سال گاگارین هم اومده بود، گوری گاگارین که سال قبلش رفته بود فضا، اومده بود تماشای المپیک. وقتی المپیک تموم شد، یکی از ما چهار نفر کریم آقاخان بود. این قبلا با تیم انگلیس تمرین میکرد، مسابقه میداد. کریم آقاخان سال 64 از تیم انگلیس اومد بیرون، فدراسیون در جریان افتاد و از اون خاص اومد تو المپیک با ما شرکت کرد، از ما قبلی تر بود. و یه روز توی فرانسه بودیم، از خاطرات، یه خانومی هم با ما بود، اومده بود میخواست به المپیک شرکت کنه برای اولین بار سال 64. اومدیم تو هتل، دیدیم هتل مسئول هتل دستباش میلرزه، گفت پرنس آقا خان زنگ زد با شما کار داشت، شما نبودین. ساعت 8 زنگ میزنه، خواهش میکنم تو اتاقتون نرین، الان نزدیک ساعت 8. خیلی مهم بود براشون، پرنس آقا خان زنگ زد به هتلشون. بعد کریم اومد زنگ زد سر ساعت 8، این خانم تحصیل کرده مدرسه ژان دارک بود، هم انگلیسی خیلی خوب میدونست هم فرانسه. شروع کرد با کریم صحبت کردن. کریم گفت من میخواستم با تیم ایران صحبت کنم. گفت منم جزء تیم ایران. گفت یعنی خانوما تو ایران اسکی میکنن؟ گفت بله، خانوما تو ایران اسکی میکنن، منم اومدم که برم المپیک. خیلی خوشحال شد. گفت ددی، منظورش از ددی شهرام پهلوی بود که با هم هم کلاس بودن تو سوئیس، گفت ددی برام آرم ایران رو فرستاد. من خیلی آرم ایران یه سپر بود که با پارچه‌ای و موقع ورزشکاران رو لباسشون می‌دوختن. گفت که من اینجا دادم ایتالیایی‌ها، چند تا طراح ایتالیایی یا آرم جدید درست کردم، براتون می‌فرستم. مرسی. ببینید اگه پسندیدید من بدم تولید کنم. خانم اسمش روزی بود، آرمنی هم بود. گفت هر چه شما انتخاب کردین خوبه. گفت نه، براتون میفرستم، کاری نداریم. بعد این اومد تو المپیک شرکت کرد و یه روزم تو فرانسه رفته بودیم. از تیم ایران شرکت کرد، تیم انگلیس؟ نه، از تیم انگلیس اومده بود ایران. دیگه تو المپیک با هم تو یه اتاق بودیم، تو یه آپارتمان بودیم. بعد یه را شب زنگ زد که فردا صبح یه فرودگاه سوئیس بریم اتریش برای اندازگیری لباس برای المپیک. ما رفتیم فرودگاه ژنو، یه هواپیمای خصوصی داشت. 7 نفره 8 نفره با هواپیمای خصوصی اون رفتیم سالزبورگ، کارخانه های لباس، تهیه لباس، لباس اندازه‌گیری کردیم. تهرانی ها خیلی زیاد می اومدن، خوبم بودن، ولی هیچ وقت برای خانوما مسابقه برگزار نمی شد قبل از انقلاب. اون یکی هم که اومده بود که بره المپیک، متاسفانه اونم قبل از المپیک پاش شکست. اون شاخص بود، یعنی یه خانومی بود به نام روزی که ارمنی هم بود، مثل آقایون اسکی میکرد. شوهرش هم قهرمان تیم ملی بود، آقای بنیک امیریان. خب ولی چون برای خانوما مسابقه برگزار نمیشد تو این سالهای دهه 30 و 40، در نتیجه تیمی برای خانوما نبود. تیم خانوما نمیتونست از تهران قهرمان بشه، باید از بومیا میشد. بومیا در اون موقع اکراه داشتن که دخترشون اسکی بکنه. اولین کسی که دخترشو برد اسکی من بودم. وقتی من دخترمو بردم اسکی، یواش یواش
همه شروع کردن، چند نفر دخترای دیگه اومدن شروع کردن اسکی کردن. اسم دخترتون چیه؟ سمیرا. چه سالی بردین شروع کردین اسکی؟ از اون سال حدود اوایل سال 50، سال 50 52 موقع. بعد اون که اومد دیگه چند تا دختر دیگه اومدن. بعد از انقلاب دیگه دخترای بومی تعدادشون خیلی زیاد شد که دیگه راه باز شده بود که دخترها، و از وقتی که تیم خانوما درست شد که بومی ها تونستن اسکی بکنن. البته تهرانی هم باشون یده بودن که در همون سطح می آمدن اسکی می کردن. اسکی بازهای خیلی خوبی داشتیم قبل از انقلاب از تهرانی ها، ولی هیچ وقت تیم ملی نبود، اصلا تیم ملی خانوما وجود نداشت. چرا وزارت ورزش اجازه میده در یه رشته تخصصی مثل اسکی یک کسی که هر تمام عمرش پاش رو برف نرفت این بیاد خودشو کاندیدا بکنه؟ اصلا چرا اجازه میدن یک کنی از مثلا بندر عباس بیاد بخواد کاندید رئیس فدراسیون اسکی بشه بعد بخواد برای اسکی تصمیم بگیره؟ و چرا وزارت ورزش چنین اجازه ای رو میده؟ خب این اشکاله. چرا وزارت ورزش میدونه 40 سال 30 سال این پیستای اسکی دست شرکت تجهیزه، یک ریال هزینه نکرد برای این دوتا پیست شمشک و دیزین؟ خب چرا سالی 30 میلیارد این پیست داره در میاره؟ آیا از این درآمد یک جفت اسکی برای یه بچه بومی خریدن؟ در داستان‌های اساطیری ما مرغی هست به نام ققنوس، شما می‌دونید. من می‌خوام به این نسل جدید بگم ققنوس رو می‌انداختن تو آتش می‌سوخت، دوباره از میان خاکسترش بلند می‌شد پرواز می‌کرد. من می‌خوام به این جوان‌ها و آینده‌ها بگم ناامید نباشن، قطعاً وضع بهتر میشه و ققنوس اسکی ایران یه بار دیگه به پرواز در میاد. من ایمان دارم، ایمان دارم ما دوباره جایگاهمون تو اسکی ایران پیدا میکنیم.